با گذشت هفته ها هنوز هم بخش عمده زندگی برای میلیون ها انسان در سراسر جهان به زندگی در زیر سقف خانه ها خلاصه می شود. بیماری کرونا حتی برای مردم مجال نداد تا از سبزه و تراوت و تازگی بهار امسال لذت ببرند. اما در عین دلتنگی و بی‌حوصلگی های خانه نشینی، شنیدن به موسیقی مانند نسیم صبحگاهی به جان و روح مردم تراوت می بخشد. رباب یکی از آن آلات موسیقی است. هرچند افغان ها در روزهای عید احتمالاً نه مهمان دارند و نه مهمانی می روند. اما در این میان یکی هست که می خواهد در روزهای عید مهمان خانه های بسیاری افغان ها باشد. همایون سخی، رباب نواز مشهور افغانستان. گفتم که آدم از هر محلی زندگی یک تجربه می گیره، یک اکسپیرینس پیدا می کنه. یا یک تجربه انشالله بخیر بگذره و بخوبی انشالله می گیره جور باشن و صحت باشن که بخیر تیر شوی. قرار دیگه پاک محتاریم اونوست، اما یک تجربه شد که ما باید به یکی دیگه باید چی رقم برسیم. رباب گونه ای از موسیقی است که با احساس و عاطفه افراد مختلف رابطه برقرار می کند. پیر، جوان، شاد و غمگین. این تجربه است که آقای سخی در جریان سالهای رباب نوازی آموخته است. یعنی من خودم وقتی که شروع کردم، من 10 سال داشتم. 10 سال بودم که من رباب شروع کردم. از اون زمان و خود راستی خود رباب یک صدای جادویی داره. در خانه بمانی که بیرون خبری نیست، در کوچه و بازار دیگر گذری نیست. آقای سخی میگوید نواختن رباب برای شاد کردن دل افغان ها تنها یک سرگرمی نیست، مسئولیتی است که زندگی او را معنادار میکند. معنای یک زندگی که من بیان آوردن شادی و تازگی هرچند اندک برای کسانی است که دلهایشان را جنگهای گاه و بیگاه شکستانده و خاطرشان را کرونا نارام کرده. یه بار تو بگویم که هنرمند همیشه از مردم خود است و هنرمند است. همیشه هنرمند خود تشویق کردن، تحقیق کردن، یعنی سازجات همیشه ما خودم شخصا همراه مردم خود هستم. و همیشه برشان می نوازم و برای من نمی از این که دیگه فکر نکنم که دست نگی من برای من لطیق نزدیک و خدمتگار باشده. شاید شنیدن رباب و موسیقی های دیگر در برابر نیگرانی ها و سردرگمی های ناشی از ویروس کرونا یک آرامش بسیار اندک باشد، اما دست کم یک چیز روشن است. به قول مشهور افلاطون فیلسوف یونان باستان، موسیقی به ذهن آدمی بال می دهد و به تخیل آدمی پرواز. هرچند مردم در روزهای کرونایی زیر سقف محدود خانه ها زندگی می کنند، اما با شنیدن موسیقی می توانند جهان بزرگ، پرتنوع و یک افق روشن را تخیل کنند. و شاید این گونه حال همه خوب شود. عارف یعقوبی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.